زبیولای پروانی فایت شماره چهارم یکی از قهرمانای افغانستان تا لحظات بعد آمده حضور به قفس میشوند. زبیولای پروانی با مهارت های چون بوکسینگ، نوک جوجیتسو، پانکریشن، کامبت سامبو و پهلوانی وطنی و 22 سال سن تحت نظر استاد صدیق نوری در مقابل قهرمانی که لحظات بعد من اسمش به شما میگیرم و داخل کیج شده میخواهم که به شما مبارزه خیلی پرشور رو برنامش بگذارن. تشویق کنین دوست عزیز ای قهرمان خدا جوره بسازم و آماده است تا بعد از چک و بررسی اعضای مربوطه سازمان داخل کیج شود. همچنان نگفته نمونه که وحیدالله شیرزای از ولایت همیشه بهار، او را هم دست کم نگیریم که 5 برد بدون باخت داره و خیلی نکوتی ها در دور فصل چهارم و سوم داشتن. یکی از قهرمانای افغانستان هستند، یک فایتر عیار. تا لحظات بعد اونام آماده حضور در داخل قفس میشن. چی فکر میکنی استاد اسد عزیز و قهرمان که این فایت هر دوی از این فایترها هم قد هستن، هم رکورد هستن، هم وزن هستن، چی فکر میکنی که کدامش در این مسابقات فست پنجم چانس بیشتر داشته باشه؟ کسی که از کارنر آبی داخل کج میشه وحیدالله شیرزای، بله، هم ملقب به شیر افغانستان. ماشاءالله به نیروی استاد فرهمند. وحیدالله شیرزای هم با 20 سال سن و مهارت های چون بوکسینگ، نوگی جوجیتسو، بیبی جی و پانکریشن و پهلوانی وطنی با ریکورد 5-0 آمده و میخواه که در مقابل آقای زبیولای پروانی نمایشات فوق العاده خود داشته باشه. قهرمان های افغانستان، همیشه ما به قهرمان هایشان انگیزه و روحیه میتون با صدایم، اما از تمام اون ولایات که میان یک روز هم ای بنده حقیر و فقیر تشویقی ها نکدین. به افتخار خدا آقای فرمان گله کرد. از طرف مسئولین کمیته صحی سازمان ZFC آقای وحیدالله شیرزای آماده شدن و داخل قفس میشن. وحیدالله شیرزای ماشاءالله آفرین جوانان. در آغاز از کورنر سرخ این جنگجو با رکورد 5 برد و 1 باخت در رشته MMA با قامت 1.80 سانتی در وزن 66 کیلوگرم به نمایندگی از کمپ قهرمانان نوری تاپ تیم زبیولای پروانی. این جنگجو از کورنر آبی با رکورد 5 برد و 1 باخت در رشته MMA با قامت 1.80 سانتی در وزن 66 کیلوگرم به نمایندگی از کمپ شیرزای تاپ تیم وحیدالله شیرزای. این مسابقات 3 راوند 5 دقیقه‌ای می باشه و داور مرکزی جناب استاد صدیق نوری. چیزی که دستی اولاد بیرتان بزرشن مطابقه هم کارو میکنین، از کش نمیگیرین، البوی دم در رجا نمیزدین، موفق باشید. The stop my stop, the fight fight. آغاز راوند اول جوره چهارم فصل پنجم مسابقات شب نکاوت. تا لحظات بعد
آغاز می شود و مسابقه آغاز شد. لوکوی که داخل از طرف ذبیح الله پروانی در مقابل وحید الله شیرزای، هر دویشان از قامت رسا و از قامت بلند برخوردار هستند. 1.80 متر و 5 برد و هیچ وقت هر دویش در کارنامه خودشان دارند. وحید الله شیرزای معروف به مرد نکاوتی و ذبیح الله پروانی هم در مقابلش قرار گرفتن. هر دویشان ذهن خانی میکنن و برنامه های یک لوکی که داخل از طرف ذبیح الله پروانی و شیرزای هم لوکی که داخل اپرکت و زور آزمایی برای بردن ورزشکار روی زمین. ذبیح الله پروانی در مقابل وحید الله شیرزای زور آزمایشی دارن که به نفع خودشان امتیازات را کسب بکنن. نیکیک از طرف ذبیح الله پروانی، نیکیک که مؤثر نبود. نیکیکی که مؤثر نیست از طرف ذبیح الله، از طرف وحید الله شیرزای بلاک شد نیکیکش. بازی رقم خورد دوباره. نیکیک داخل از طرف پروانی، گرات راست از طرف آقای شیرزای که آنچنان مؤثر واقع نشد. او گرات راست از طرف وحید الله شیرزای. نیکیکی که مؤثر تمام نشد. قدرت نمایی ذبیح الله پروانی را میبینید که میخواید یک ببره حریف. نیکیکایی که از طرف ذبیح الله پروانی در مقابل وحید الله شیرزای استفاده میشه. یک اخطار از طرف داور وسط. وحید الله شیرزای به خاطر محکم گرفتن بیشتر از 3 مرتبه از پنجره کیچ دست خدا گرفته بود، از او خاطر داور وسط اخطار دادش که بار بعدی این کار فاول است و اجازه نیست. فرانکیک بادشاد استاد مومند عزیز، یک لحظه فکر نمیکنین که آقای شیرزای گی کرده نفسش؟ بله، ولی منتظر فرصت است، منتظر فرصت است. ورزشکار و یک موضوع جال گرفتن یا از کیج گرفتن، در ده این موضوع باید در داخل کلاب اساتید شون بگویم.
که وقتی در مسابقه داخل میشه این از کیج باید نگیره، نی در جریان تمرین باید برشون گفته شد و همیشه راوند خیلی پرشور و پرهیجان از دو بازیکن قهرمان مشهور افغانستان آقای ذبیح‌الله پروانی در مقابل وحیدالله شیرزای. ختم وقفه راوند اول. از کوچای محترم خواهش میکنیم لطفا هرچی آجل کیچ ترک بکنن. داور وسط لطفا تذکر بتن وقت کشیست. آغاز راوند دوم توسط استاد نوری اجازه فایت داده میشه و راوند دوم آغاز شد. لوکوی که داخل میخوای از اون نقطه شیرزای آسیب رسانه. تا حال تقریبا پنج لوکوی که داخل از ذبیح‌الله پروانی در مقابل وحیدالله شیرزای و ششم لوکوی که داخل اصابت کرده. های کیک واو. پنج ریکورد خودم که وحیدالله شیرزای برده توسط ناکاوت و مشتای ناکاوتی مسابقه را به نفع خودش تمام کرده. از این لحاظ به نام مرد افغانستان مشهور است. باز هم مسابقه را در آفگارد برد و در اینجا ذبیح‌الله پروانی باید از خود دور بسازه وحیدالله شیرزای. در غیر صورت اگر در فول گارد اگر داخل شد کار خیلی سخت می سازه برای آقای پروانی. شانه های پرقدرت از طرف وحیدالله شیرزای. آکنای خیلی ها پرشیمه از طرف وحیدالله شیرزای و یک لحظه حرکتی که مشتای پرقدرت از طرف شیرزای. وحیدالله شیرزای در یک حالت اگر پای خدا استاد قفل بکنه شاید کار را تمام بکنه. در یه حالت که قرار گرفته مشکل است به خاطر از این گردوش در یک حالت هستم که نمیدونم با سونی حریف خدا کدام حرکت مصر یا سبنشن الا که دورش بته و یا بخیزه در سایتش بیایه یا در بکش بیایه. ولی در اینجا اگر آقای پروانی پاهای شیرزه در قاد پای خود بیاره و لاکش کنه باز برشون زمینه زیاد مساید میشه که حرکت های مصر تر را استفاده کنه. تشکر استاد مومند عزیز. مشتای بادشارت از طرف ذبیح‌الله پروانی با قسمت سر صورت آقای شیرزای و فعلا روی زمین گیر کرده. وحیدالله شیرزای مشتای بادشارت قوی و پرقدرت را استفاده کرده رایست و وحیدالله شیرزای باید خود را از یالت خلاص بکنه. در غیر صورت کار برش سخت خواهد شد. کوشش داره مشتای خطرناک از طرف ذبیح‌الله پروانی و سر صورت وحیدالله شیرزای. پای هم مستمر مثل باران میباره. وحیدالله شیرزای باید از حالت هر چیز زودتر خود را خلاص بکنه در غیر صورت خیلی انرژی را ضایع می سازه. آهسته آهسته کوشش های وحیدالله شیرزای است که تلاش به این داره که خود را از این منجلاب بیرون بسازد. واقعا روی زمین خیلی خطرساز است برای یک ورزشکار. الوهای خطرناک از طرف ذبیح‌الله پروانی. بادشار مشتای پیهم
مشت خطرناک. آیستا آیستا زبیولای پروانی میخواید در بک ماونت قرار بده خدا. اگر در بک ماونت پای خدا بتونه داخل قفل بکنه و سب میشنه ریر نچوک را اگر بسته بکنه کار ویدلای شیرزای تمام میکنه. اما ویدلای شیرزای هم جوان خیلی پرقدرتی است که دفاع خیلی مؤثر تا به حال تانست از ضربات و حرکات زبیولای پروانی. یک ثانیه های آخر راوند دوم هم به صدا در آمد و وحیدالله شیرزای واقعا خیلی خسته به نظر می رسه و تایم آوت. وحیدالله شیرزای در مقابل زبیولای پروانی تایم آوت راوند دوم. سوم داور وسط تذکر میده که هرچی آجل کوچای هر دو ورزشکار داخل کیچا ترک بکنن. راوند سوم بین زبیولای پروانی و وحیدالله شیرزای آغاز شد. باز هم یک لوکیک راست از زبیولای پروانی. بالاخره میخواد که از همون نقطه حریف خود را آسیب بزنه. استاد مومند عزیز در راوند سوم وحیدالله شیرزای کدام استراتژی را باید به خودش اختصاص بده و همچنان زبیولای پروانی چی کار باید بکنه؟ قسمی که مسابقه را مشاهده کردیم و مسابقه را دیدیم اگر وحیدالله شیرزای میخواهد که مسابقه را برنده شود باید اول خود هیچ همراه ورزشکار نچسبه و به زمین نره، باید از مسابقه را دارد استاده خلاص کند. در غیر از او اگر زمین بره امکان زیادش میره که پروانی حرکت های زمینش موثرتر است و امکان داره که برای مسابقه را به شکل بسیار خوب و آسان برنده شود. تشکر استاد. چپ و راست مشتای پرقدرت از وحیدالله شیرزای. یک رفت عالی از وحیدالله شیرزای. باز هم رفت روی زمین و زبیولای پروانی کوشش میکنه که امتیازگیری بکنه و مسابقه را کاملا مسلط شده در بالای وحیدالله شیرزای و در هفت گارد یا گارد نیمه. شانه های خیلی پرقدرت از طرف زبیولای پروانی و صورت وحیدالله شیرزای مرد ناکاوتی افغانستان امروز در یک حالت خیلی سخت قرار گرفته و در آزمون خیلی دشواره هست. شانه های پرقدرت و اصلا زبیولای پروانی اجازه نمیده که زبیولای پروانی خیلی پرقدرتر معلوم میشه نسبت به وحیدالله شیرزای. زبیولای پروانی در مقابل وحیدالله شیرزای راوند سوم مسابقات جوره چهارم فصلش پنجم شب ناکاوت که از طریق سازمان جهانی UFC راه اندازی شده.
البوهای خطرناک به صورت وحیدالله شیرزای از طرف زبیولای پرانی باد شارت فوق‌العاده پرقدرت و محصر آیست آیست رو میخواید وحیدالله شیرزای خود را از یالت بکشه آیست آیست رو میخواید از ساید کنترول از تو وحیدالله شیرزای هر چی زودتر باید خود را از این حالت خلاص بسازد زبیالله پروانی تقریبا در نیمه فولگارد قرار دارد و اگر کامل خود را مسلط بسازد بر بالای وحیدالله شیرزای دیگه هم کار را بر وحیدالله سخت بسازد مشت قدرتمند بادشارد بادشارد جورت مشتای پرقدرت الوهای خطرناک در مقابل با یک قدرت زبیح الله وحیدالله شیرزای پانس خود را از چنگ زبیح الله نیکی که عالی لحظات ثانیه آخری راوند سوم مبارزه زبیح‌الله پروانی در مقابل وحیدالله شیرزای و تمام سه راوند جذاب جالب دیدنی پرشور پرهیجان با قضاوت داوران کسی که برنده این مسابقه شناخته شد او است زبیح الله پروانی آقای وحیدالله شیرزای بالاخره قهرمان ما شیرزای از ولایت همیشه بهار هم لذت باخت چشی رو در کارنامه خود یک باخت ثبت نمود وحیدالله شیرزای بیاین شما اینجا وحید جان چی باعث شد که مسابقه روی زمین رفت درود و سلام خدمت تمام حاضرین در تالار اقیقه مقدرت کجا میره هر مشکلات در ورزشکاران بیخی زیاد است ما از حکومت قضاوت داریم که روی ورزشکاران را باز کنید ورزشکاران پا پشتو بایم که در سول سفیران دی همدقا ورزشکاران دی چه طول افغانستان پا نره و پیجنده خوب زبی جان ما استراتیجی هاشم ترکده ترا در ستند اپ نکاوت کنم ولی خدا کنه که از فایت من لذت برده باشه ما دو دوره پیش آمیجا آمده بودم خدا ثابت کردم ما یک فایتر کمپلیت هستم اما ما استراتیجی هاشتم تیر در ستند اپ نکاوت کنم اما او قسم نه چانس خوب برد میخواییم زبی جان انشالله آمده ای سازمان هستم باز میبینیم بخیر تشکر بسیار زیاد و زبی جان قند برد شیرینت برد مبارک میگم امیدوار هستم که گفتنی هایتان در حد 30 ثانیه بیشتر نباشه بخیر سلامت باشه من سلام خدمت شما حاضرین در تالار استاذای عزیز فایترها مهمانای عزیز میکنم یک تشکری خاص میکنم از استاد استاد محمد صدیق نوری که واقعا بالای من زحمت کشیده بود و زماد امو بود و از استاد بوکسم استاد جمشید پناه و از استاد زمرودین حافظی از استاد پهلوانیم استاد نجیب الله نوری و استاد
تشکر بسیار زیاد. اشرف افضلی نگارم از رومال محمدی نصار جان نقپالوان از اونا بسیار زیاد تشکر. تشکری خاصی خاص میکنم که برای رشد زبان همچون مسابقه را برگزار میکنه از رئیس صاحب فواد آرزو که واقعا برای رشد جوانا و از معاون سازمان افتی گل محمد محمدی که واقعا زحمات زیاد کشیده. تشکر از رئیس صاحب خواهش میکنم که یک تشکری از پدرجان و از برادرها از این که میشه مرا اسپانسر میکنه. تشکر بسیار زیاد. از استاد خواهش میکنم تو فایش را تقدیم بکنم. از جناب آجی صاحب الحافظ هماد رئیس مدیر مالی سنجش مصدوفیت ولایت بلخ خواهش میکنیم که داخل قفص بیاد، داخل قفص شوند. همچنان از مسئول مطبوعات، از رئیس مطبوعات سازمان زیرسی افغانستان، از حسین زاده صاحب نوراغای حسین زاده اظهار سپاس و قدردانی میکنیم که زحمات زیاد کشیدن. همچنان از استاد داود مبارز خواهش میکنیم داخل کیت شوند. دوستان عزیز، نگفته نباید گذاشت که تا لحظات بعد دو جور دیگه باقی مانده که نیمه مرکزی و مرکزی است که واقعا مسابقات خیلی پرشور هست. مبارک باشه، مبارک باشه. از طرف رئیس صاحب سرداروری گران یک جوره جمپر برزوی ورزشی برای قهرمان ما مبارک باشه برشان. همچنان از طرف سرداروری گران یک جوره جمپر برزوی ورزشی برای عمران فرهمند. شب نکاوت و سازمان جهانی زیفسی مبلغ را هم برای جوان قهرمان ما مد نظر گرفته که او را هم برش 10,000 افغانی است. از طرف تالار عروسی آرزوها